بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ۱۱۶۰ سال قبل از میلاد، فدان آرام شهری در جنوب کشور بابل.
کشدار بزرگ، ای خدای مادر، ای خدای مهربانی ها، ای خدای زایندگی و باروری، این کودک را شفا بخش و مادر نگرانش را شادمان کن. مادر این کودک عهد می کند به درگاهت هدایای گرانبها تقدیم کند. من از ایشدار بزرگ خواستم که فرزندتان را زنده نگاه دارد. او تقاضای مرا پذیرفت. بروید و فرزندتان را آنگونه بزرگ کنید که از پیروان ایشدار باشد. از شما من از ایشدار بزرگ سپاس گذارم. درود بر ایشدار مهربان. از شما سپاس گذارم. فرزندم در حال مرگ بود، شما او را زنده کردید. بیشک این کودک نیست چون فرزند ما شفا خواهد یافت. ایشدار خدای مهربان و قدرتمند نیست، حتما او را نیست شفا خواهد داد. حتما همینطور است. برویم. شما را چه می شود؟ شما که خود مسجود ملائک هستید، سجده به پیشگاه مصنوع خیش می برید؟ هستی همه تسلیم و منقاد انسان است، آنگاه شما سر تسلیم در برابر سنگ بیجان فرود می آورید؟ تو این سخنان را از نزد خود می گویی و بیهوده به خدایان ما اهانت می کنی. من از نزد خود نمی گویم، من فرستاده خدا و سخنانم از کتاب خداست. این کتاب آسمانی صحف است که بر جد من ابراهیم پیامبر نازل شده. من پیرو دین او و مروج و مبلغ این کتاب هستم. از خود نمیگویم. در آن کتاب آسمانی نوشته شده که به خدایان ما اهانت کنی؟ اهانت نمی کنم، سوال می کنم. اگر می دانید پاسخ بدهید، اگر نمی دانید بپذیرید. از شما می پرسم، تندیس های معبد ایشدار خالق شما هستند یا مخلوق شما؟ ایشدار بر شما سیطره دارد یا شما بر ایشدار؟ ایشدار بر شما فرمان میراند یا شما بر او؟ اگر ایشدار سنگی ضعیف و ناتوان است، پس چگونه فرزند مرا شفا داد؟ راست میگوید، ما هم دیدیم. آری حقیقت دارد، ایشدار فرزند او را شفا داد، من دیدم. آن شنوای دانایی که ناله های تو را شنید فرزند تو را شفا داد، نه ایشدار. تو اگر چه به غیر خدا پناه بردی و از غیر کمک خواستی، اما او که آگاه بر احوال همه بندگان است، به حال زار تو رحمت آور و فرزندت را بهبود بخشد. تو را چون چشم بصر است و بصیرت نیست، ایشدار را دیدی اما شفا بخش حقیقی را ندیدی. خلاصه کلام یعقوب این است که خدایان خیش را رها کرده و خدای او را بپرستید. درست نگفتم؟ آخر از خدایان خود چه خیری دیده ایم که از خدای تو ببینیم؟ من شما را به پرستش خدای برتر می‌خوانم، خدایی برتر از همه هستی. از کجا بدانیم که خدای تو از دیگر خدایان برتر است؟ از کجا که تو و خدایت همچون کاهنان معبد ایشدار به فکر انباشتن سیم و زر و تامین منافع خود نیستید؟ همه می‌دانید که من برای لابان شبانی می‌کنم و از خود چیزی ندارم. آیا تا کنون مزدی از شما طلب کردم؟ آیا جز کار و تلاش و شبانی از من دیده اید؟ اگر از این پس طلب کردی چه؟ تا کنون قدرت نداشته ای، وگرنه تو هم بهتر از کاهنان نیستی. همه شما یکی هستی. بر اریکه قدرت که تکه زدید، شکم خود را سیر می کنید و گنجینه های خود را انباشته می گردانید. من به تو حق می دهم. تنها فرزند بیمار خود را از دست دادی و هیچ کس تو را یاری نکرد. نه ایستر جادوگر و نه ایشدار خدای معبد. اگر به همه خدایان هم پشت کنی حق داری. من با ایشدار خدای ناتوان معبد کاری ندارم. روی سخنم با خدای نادیدنی توست. ما به اندازه کافی از خدایان سرد و سنگی کشیده ایم، تحمل خدای دیگر را ندارم. مأمورین آمدند، مأمورین معبد آمدند. فرار کن فارس، فرار کن.
از آن طرف. بروید. بروید دستگیرش کنید. نگذارید فرار کنه. بروید. اگر داماد لابان فرماندار نبودی میدانستم با تو چه کنم. مرا از تو و مأمورین معبد باکی نیست. پراکنده شدید. بیش از این به کفرگویی های یعقوب گوش ندهید. مگر نمیبینید کفرگویی های یعقوب قحطی برای فردان به ارمغان آورده است؟ راست میگوید. برویم تا به نفرین ایشدار دچار نشده ایم. برویم. برویم. اگر به زودی باران نبارد تمام محصول مردم پدان از بین می رود. امیدوارم خداوند هرچه زودتر باران رحمت خود را بر این شهر نازل کند. آنجا چه خبر است پدر؟ این رسم دیرینه مردم پدان است. دشمنان ایشدار را آتش می زند. آتش زدن با منجمی. شما همینجا گله را نگه دارید، من ببینم چه خبر است. آیاب کنید به ما را کنید. اگر من چه کردم رهایم کنید. یعقوب شبان است، فرزاده فرمانده لابان. کاهن بزرگ چه بارا فارس کنم اینا بزار کافر همین است. مردم فتان به دادم برسی. من بی گناه هایم. باید دو یاد چه من متهم فارس دشمن ایشتار می باشد. او با سنگ به ایشتار حمله کرده و او را خدایی بی عرضه و نالایق خطاب کرده است. طبق سنت قدیم مردم فدان، کسانی که به خدای بزرگ ایشتار اهانت کنند باید با منجنی در آتش افکنده شوند. بیچاره فارس. من بیگناه هم. به من رحم کنید. به من رحم کنید. بعد من پدران گناه من چیست؟ گناه من چیست؟ من بیگناه هم. من بیگناه هم. من بیگناه هم. من بیگناه هم. کاهن بزرگ که من رحم کنید. من بیگناه هم. بیهوده فریاد نکن. یا باید خونبهای خود را بپردازی
یا در آتش سوزانده شدی. اوران سوزانی من بیگناه همه این مردم فتان. اوران سوزانی بهای خونه او چقدر است؟ من میپردازم. تو میپردازی؟ نه، او خود از دشمنان ایشتار است. تو خود از دشمنان ایشتار هستی، ابتدا باید بهای خون خود را بپردازی. پس چرا مرا دستگیر نمی کنید؟ مجازات منجنیق با آتش در خاندان من پیشینه دیرینه دارد. پدر بزرگ من ابراهیم هم یک بار به دستور نمرود در آتش افکنده شده است. اگر تا کنون دستگیر نشده ای به خاطر فرماندار است، چون هم داماد او و هم قارزادش است. پس منصوبین به حکومت و فرماندار می توانند به خدایان اهانت کنند و مجازات نشوند. دستگیرش کنید و چون پدر بزرگش در آتش می افکنید. رهایم کنید، رهایم کنید، گفتم رهایم کنید. رهای، اینجا چه خبر است؟ او را رها کنید، متهم را هم آزاد کنید. فارس باید مجازات شود. وقتی یعقوب خونبهای او را می پردازد حق ندارید او را مجازات کنید. آزادش نکنید. یعقوب، تو باید 500 دینار بابت خونبهای فارس بپردازی. مانعی نیست، من این پول را خواهم پرداخت. خداوند دایی خوبم لبان را حفظ کند. من تا به کی باید مراقبت باشم که دست از پا خطا نکنی؟ چه میکنی؟ سپاسگزارم. تا زمانی که خونبهای خود را پرداخت نکردم برایت سعی و تلاش خواهم کرد، برایت کار خواهم کرد. تو خاندان فارس را نجات دادی، تو زندگی ما را نجات دادی. برویم، برویم. بیچاره مدام زحمت میکشه. سال هاست که ایشتار از مردم فدان و بابل قربانی میگیرد. اگر پدرت لبان به دادمان نرسیده بود هر دوی من را میسوزندند. فارس به خاطر نجات جانش باید ایشتار پرستی را رها کرده یک تا پرست شود. شده است راهیل، شده است. از لحظه ای که از مرگ نجات یافته یک تا پرست شده است. مسافر ما کی از راه میرسد؟ به زودی یا نبی خدا.
چیزی نمونده. سالهاست در انتظار فرزندی از تو هستم. اگر خدا بخواهد به زودی این انتظار پایان می‌یابد. درود بر ایستردن و همراهان. درود بر یعقوب شبان. سپاسگزارم. میبینم هدیه به معبد ایشتار میبرید. خدایان را باید خوشنود کرد، وگرنه امسال از باران خبری نخواهد شد. فکر نمی کنید شما بیشتر از خدایان به این خرما نیازمندید؟ بعضی با اهانت به خدایان خشم آنان را برانگیختند و ما باید تاوان پس بدهیم. شما اطمینان دارید که به اراده تندیس های سرد و سنگی معبد ایشتار باران میبارد؟ کفرگویی های تو باعث خشم خدایان شده و ابرهای بارانزا را از سرزمین فدان دور کرده است. دست از اهانت به خدایان بردار یعقوب. این چه ستم با خیشتن است که خداوند قادر مطلق را نهاده تندیس های سرد و ضعیف را می پرستید؟ چرا زمین فسرده جان خیش را با نور ایمان به خداوند یکتا گرمی نمی بخشید؟ بزرگ الهی باروری، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار دور کنی و باران رحمتت را بر مردم فدان بباری. ای اشتار بزرگ، معبدت را با خون دشمنانت تطهیر می کنم. باشد که خوش سالی را از این دیار ببری و باران رحمتت را بر مردم فدان فرود آوری. مثل همیشه مقابل معبد ایستاد و به خدایان اهانت کرد. با ایستادن وزار فرزندش نیست سخن گفت، اما من چیزی نشیدم. باشد که خوش سالی را یعقوب دست بردارید و باران رحمتت را بر مردم فدان ببارید. ای اشتار بزرگ، باز هم یعقوب شروع کرده است. امیدوارم که به نفرین خدایان دچار شود. حال با او چه کنیم؟ طلابان را به اینجا بخوان. چاره کار با من. هرچی زودتر لابان را به اینجا بخوانید. علی جناب، بزرگ کاهنان معبد ایشتار از شما دعوت کرده که به دیدار ایشان بیایید. امر مهمی است؟ بله جناب فرمان. دست نگه دارید. اگر بار دیگر دزدی کنی از زیر شلاق زنده بیرون نمیایی. قول میدم دیگر غلط میکنم. بازش کنید. با من بیا. ظاهرا موضوع مربوط به یعقوب شبانه. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. من پاسخ او نیستم. بر علیه خدایان سخن. هم وظیفه کاهنان است که به او پاسخ درست بدهند. اگر توان پاسخگویی ندارید چرا مزاحم من میشوید؟ خدای خدایان، ایشدار بزرگ خشمگین است. من قحطی میبینم
خوشحالی و مرگ مردم فدان را فرا خواهد گرفت. مادران داغ دیده میبینند. منتظر باشی، کاهن بزرگ را خبر کن. ایشدار را به خشم آوردند. ایشدار کفر و اهانت را در حق خود بر نمیتابد. کسی ایشدار را به خشم آورده است، آن که به خدایان اهانت کرده به زودی مجازات میشود. ایشدار بزرگ قربانی میطلبد. بابان، چرا مانع کفگویی خواهرزادت یعقوب نمیشوید؟ مسئول ایمان مردم شما هستید، پاسخش را بدهید. من فرماندارم، نکاهم. اعمال یعقوب به خودش مربوط است. اما او خواهرزاده و شوهر دختران شماست. من مسئول آرامش و امنیت فدان هستم، نه مسئول نظارت بر اعمال خواهرزادم. همین دلیل باید او را ساکت کنید. او آرامش فدان را به هم زده است. آرامش را به فدان بازگردان. به زودی قحطی همه فدان را فرا خواهد گرفت و یعقوب عامل همه این بدبختی است. چگونه است که یعقوب تاکنون موجب وفور نعمت و ازدیاد گوسفندان من بوده، ولی اکنون باعث قحطی و بدبختی فدان شده است؟ فدان رو که اکنون یعقوب به خدایان کفر می‌ورزد. پیشتر هم او به خدایان بابل ایمان نداشت. چرا آن موقع عقیده خود را پنهان می داشت، اما اکنون ابراز می دارد. فاش در ملای عام به ایشدار اهانت می کند. باید او را وادار به سکوت نمایی. باید؟ آره باید. فکر می کنی دولت بابل برای چه تو را اینجا منصوب کرده است؟ پس می دانی چه کسی مرا به فرمانداری منصوب کرده است؟ بهتر است این را هم بدانید که من از دولت بابل فرمان میگیرم، نه از شما و نه از معبد ایشتار. پس اشکالی ندارد اگر کاهن اعظم معبد ایشتار در بابل از این ماجرا مطلع شود. با یعقوب سخن خواهم گفت. به یعقوب بگو اگر خطری از جانب او من و خانواده ام را تهدید کند، تمام خاندانش را با آتش خواهم کشید. توله‌ای که قبل از پدر مادرش بارز کند، زودتر به دست گرگ دریده می شود. مواظب زبانت باش، این بار می بخشمت، بار دیگر بخششی در کار نیست. اگر قحطی موجب از بین رفتن محصول من شود، یعقوب و خانواده‌اش را زنده نخواهم گذاشت. همین حالا هم به محصول امسال امیدی نیست. سلام پدر، خوش آمدید. سلام پدر، چه عجب بزرگ فدان آرام و فرماندار شهر فرصتی یافته و به دیدار دخترانش آمده است. این یعقوب دستبردار نیست؟ چه شده پدر؟ باز هم کاهنان معبد ایشتار از یعقوب شکایت کردند. یعنی این همه بلوایی که در فدان به راه افتاده دسیسه کاهنان است و یعقوب هیچ خطایی مرتکب نشده؟ شما خوب می دانید که یعقوب جز انجام رسالت و ادای تکلیف کاری نمی کنه. او را با آیین چند هزار ساله معبد ایشتار چه کار؟ اگر او می خواهد از دین پدر بزرگش بگوید، خب بگوید، اصلا خاندان مرا هم تبلیغ کند. اما اهانت به اعتقادات مردم چرا؟ شما اشتباه می کنید پدر، آنها همین تبلیغ را نیز بر نمی تابند. پدر، یعقوب مأمور ابلاغ آیین یکتاپرستی است. آیین پدرش اسحاق و پدر بزرگش ابراهیم. شما نیز مسئول حفظ آرامش و امنیت مردم فدان هستید. او به وظیفه‌اش عمل می‌کند، شما نیز به وظیفه خود عمل کنید. شما هم مثل او سخت سر و بی‌پروا شده اید. اگر من بخواهم به وظیفه‌ام عمل کنم که شما باید آواره کوه و بیابان شوید. پدر، من و خواهرم لیا بدین همسر خود هستیم و در ترویج آیین یکتاپرستی از او حمایت خواهی کرد. شما همه دیوانه شده اید؟
چرا به فکر موقعیت من نیستید؟ میدانید اگر کاهن بزرگ معبد ایشتار در بابل بداند که خواهرزاده من در فدان بر علیه معبد ایشتار تبلیغ میکند، چه بر سر من خواهد آورد؟ قدرت خدای یعقوب فراتر از قدرت ارباب معابد بابل است. پس سزاوار است که ما و شما از خدای خیش بیمناک باشیم، نه از خدایان سنگی. من نه با خدای او کار دارم نه با خدای اینان. فقط میگویم یعقوب حق ندارد موقعیت مرا در فدان متزلزل کند. چه شد راهیل؟ راهیل، 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 چه شده دخترم؟ چرا رنگت پریده؟ وقتش رسیده. بله، قابله رو خبر کن، کمک کنید. فارس، من آنی جناب. به دشت جدون برو و یعقوب را بگو که زود به اینجا بیاید. عجله کن، با اسب من برو. شبانی هدایت احشام است و نبوت هدایت انسان ها. شاید به همین دلیل اکثر انبیا شبان بودند. من که اسرائیل هستم، فرزندانم را با گوسفندان به صحرا آوردم که هدایتگری را بیاموزند. چرا فرزندان من بنی اسرائیل زورمداری و قلدری را معیار برتری و سروری می دانند؟ من که زورگویی و قلدری را به اینان نیاموختم. برخیزید، برخیزید، برخیز شم، برخیز. جانشین من و بزرگ خانواده کسی است که خدا را بیش از همه دوست داشته باشد، نه آن که زورش بیش از همه باشد. ابراهیم و اسحاق بهترین بودند، نه قدرتمندترین. شده. شما ها گله را بیاورید. پدر کجا را؟ چیزی نشده، گله را جمع کنید باز میده. ببینم رابطه تو با راهیل خوب است؟ خوب بوده. تا امروز که فرزند نداشت، هم راهیل با من خوب بود، هم یعقوب. اگر آنها صاحب فرزند شود، میدانم که هیچ چیز برای من ارزشی قائم نخواهند شد. چرا این گونه فکر میکنی؟ یعقوب و راهیل انسانهای بسیار خوبی هستند. یعقوب راهیل را خیلی دوست دارد. اگر بچه هم از او داشته باشد، او را بر همه همسرانش سروری خواهد داد. مگر او چند همسر دارد؟ چهار همسر، من و لیا و زلفا و راهی. همه همسران؟ آری، من و لیا و زلفا را دیگر فراموش خواهد کرد. عجله کن، اگر دیر برسیم همه تقصیرها به گردن من می افتد. من گمان نمی کنم یعقوب مرد عادل و مهربانی. اگر به جای حسادت کمی بر محبت خود بیفزایی، هنوز هم تو را دوست خواهد داشت. درود بر عالی جناب لابان. مژدگانی خوبی داری. راهیل و بچهش را از تو سالم میخواهم. نگران نباشید، من قابله با تجربه ای هستم.
نگران نباش، خداوند بزرگ و مهربان است. راهیل نکند که راهیل گرفتار خشم خدایان شده است. چرا بگیری؟ برای خالتان راهیل دعا کن، دعای شما تو تار اجابت میاده. چرا کاری نمی کنید؟ کسی ایشدار را به خشم آورده، آتش و خون میبینم. سایه شوم مرگ همه جا گسترده است. آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن که به خدایان خیانت کرده به زودی مجازات میشود. نکند او به نفرین خدایان گرفتار شده؟ دیدی ایستر در معبد نفرین میکرد؟ آری، گفت آتش این کفر ابتدا دامن کافر را میگیرد. آن کس که به خدایان و ایشتار بزرگ اهانت کند زودتر از همه مجازات میشود. حال راهیل چطور است؟ چندان تعریفی ندارد. کاری بکنی، حال راهیل خوب نیست. آرام باشید، ما خدا را داریم، هر آنچه که او اراده کند همان خواهد شد. مردم به تن و کنایه میگویند او به نفرین ایشتار و جادوی ایستر دچار شده است. بسیار خوب، حال ببینیم خدای راهیل و فرزندش بزرگتر و قویتر است یا خدای ایستر. مراقب راهیل باشید، من باز میگردم. کجا می روید؟ ما را در این حال تنها نگذارید. آرام باشید، من به خلوت نیاز دارم. تو با خدای خود هر چه می خواهی بکن، اما من نمی توانم دست بر دست بگذارم. طبیبی، داروی، درمانی، کاری باید کرد. من نیز به سراغ طبیب می روم، طبیب واقعی.
جان مردم فدان شده، هم بلای جان دختران من. نمیدانم با او چه کنم. سراغ ایستر نمیفرستن؟ قابلی توانه ایست؟ راست میگویی. جناب لابان، به سراغ ایستر بفرستید. اگر او بیاید قابلی توانه ایست. برو و ببین ایستر میآید. هرچه بخواهد به او میدهم. بگو لابان گفت اگر دخترم را نجات دهی قول میدهم یعقوب را از فدان بیرون کرده و معبد ایشتار را از شر او خلاص کنم. برو. یعقوب به نفرین خدایان بابل گرفتار شده. سزای کف به ایشتار بزرگ همین است. ببر صدایت را. چرا از خدایش یاری نمی‌طلبد؟ اگر من به جای او بودم به هنگام گرفتاری خدایم را فراموش نمی‌کردم. جناب لابان مرا فرستاده، نه یعقوب. او قول داده اگر دخترش را نجات دهی یعقوب را از فدان بیرون کند. به نظر من موقعیت خوبی است. مردم فدان باید قدرت ایشتار بزرگ و توانایی ایستر ساحره معبد را بدانند. اگر راهی را نجات دهی بی تردید ایمان مردم فدان بیشتر شده، اینجا را پر از زر و سیم خواهم کرد. مرگ راهی نیز همین نتیجه را دارد. پس بگذار بمیرد. بسیار، برو همین را به مردم بگو. بگو مرگ راهی به خاطر کفر به ایشتار بوده. بگو که نتیجه یک تاپرستی و نادیده گرفتن ایشتار جز این نمی باشد. چه زیباست اگر با مرگ راهیل و فرزندش باران نیز بر فدان ببارد. نیاید هر دو میمیرن. این دو دورا میکشد، به هوش نمی آورد. را بدانم خدای یعقوب پیروز می شود یا خدای معبد. خب معلوم است پیروزی از آن ایشتار است. لابان، اسباب زحمت من شده این که چه؟ یعقوب که گفت
خداوند قدرتمند و بی نظیری دارد، پس چرا از او یاری نمیخواهد؟ جهان راهیل در دستان توست، یاریش کن. اصلا فکر نمی کردم که به این زودی یعقوب دست نیاز به سوی معبد ایشتار دراز کند. چه خیال بیهوده و تصور باطلی. چه چیز باعث این تصور غلط در تو شده است؟ به زودی این تصور باطل حقیقت خواهد یافت، آنگاه که مرگ زن و فرزندت را به عیان مشاهده کردی. مرگ و زندگی به دست خداوند است، نه به دست ایستر و ایشتار. من از ایستر خواستم که به اینجا بیاید. حالی راهیل خیلی بد است. راهیل به جز به خدای خود به دیگری نیاز ندارد. از خانه من برو بیرون. بیرون. صبر کن یعقوب، با تو هستم. برو بیرون. زن و فرزندت امشب نابود خواهند شد. خشم ایشتار جز با مرگ عزیزانت فرو نخواهد نشست. همسر من با دعای تو نیامده است که با نفرین تو برود. مردم فدان، این نه به خود رحم می کند نه به شما. کفر او هم قحطی برای شما برمقا خواهد آورد، هم مرگ را برای زن و فرزندش. به زودی، به زودی جادوی ایستر و قدرت ایشتار هر دو را خواهید دید. وای به روزت اگر بلایی بر سر دختر من بیاید. پروردگارا آسمان تابریست، اما چشمان یعقوب. راهیل 11 سال است که منتظر این فرزند می باشد. 11 سال است نیش و کنایه زنان فدان را می شنود و تحمل. چقدر به او نازا گفتم، چقدر او را عقیم و بی ثمر خواندند. کاهن بزرگ مرا ببخشند، امشب برای یعقوب و خاندانش خواب ها دیدم. مرا تنها بگذارید. نفرین خدایان بر یعقوب و خاندانش باد. کفر یعقوب بی پاسخ نخواهد ماند، باید مجازات شود. ای ایشدار بزرگ، آتش خشم خیش را بر یعقوب و خاندانش فرود آور. راهیل و فرزندش امشب باید نابود شوند. با این همه من نگران راهیل و فرزندم نیستم. بیم آن دارم که مرگ آنها موجب شادی ارباب معابد و بت پرستان شود. بیم آن دارم که تلاش چندین ساله من در محو شرک و بت پرستی بی نتیجه بماند. کاری بکن، همسر و فرزندم را نجات بده. نجات آنها موجب بیداری مردم فدان می شود. نجات آنها شکست معبد ایشتار و پیروزی اکتا پرستی بر شرک و بت پرستی است. خدای مهربان یاریم کن، یاریم کن، یاریم کن. Ah!
این وقت شب نور چیست؟ راحیل به هوش آمد. دوباره شروع شد. آسمان میخواهد به حال راهیل بگریم. این نشانه خشم خدایان است. تندر خشم خدایان فرود خواهد آمد. یعقوب و خاندانش مجازات خواهند شد. ای ایشدار بزرگ، از حریم خدایان دفاع کن. اشه خشمت را بر خاندان یعقوب فرود آورد. یعنی فرزند راحیل به سلامت به دنیا آمد؟ پس نفرین ایشتار جادوی ایستر. بگذار مردم فدان قدرت عظیم تو و جادوی ایستر را ببینند. ایشتار بزرگ، ما را خوشنود کن. بگذار تا دوستان تو ضعف و زبونی خدای یعقوب را ببینند. نبی خدا. درود خداوند بر همه شما باد. قدم نورسید مبارک. خداوند را به خاطر الطافش سپاس میگویم و از او برای تو و فرزندمان طلب خیر و برکت میکنم. 11 سال در انتظار تو بودیم. چرا این همه دیر؟ نمیپرسید فرزندتان پسر است یا دختر؟ یوسف اسم پسر است یا دختر؟
کجا دانستید؟ چه کسی به شما گفت؟ همان که ساعتی پیش مژده ورودش را به من داد. این باران هم از برکت قدوم توست فرزندم. خوش آمدی. راهیل و فرزندش به سلامت هستند. آره با حالان چه کار؟ باران را بنگر که قحطی را از فدان می‌زداید. چرا متوجه نیستی؟ باران همزمان با تولد فرزند راهیل و یعقوب باریدن گرفت. راهیل و فرزندش سلامت هستن؟ آری میبینی که چه کودک خوشیمن و مبارکیست. مردم چرا ایستاده اید؟ گوسفند و شتر قربانی کنید، قدم را آذین ببندید، از خدای یعقوب باید سپاسگزاری کرد. امروز روز حیات مجدد دختر من و پایان قحطی بدان است. چه شده؟ معبد ایشتار آتش گرفته. یعنی چه اتفاقی افتاده است؟ با من بیایید. باران که همه چیز را میشوید و خاموش میکند، چرا بر آتش معبد اثر نمیگذارد؟ این نجیب نیست؟ ساهره ایسته؟ در میان شعله های آتش بود، نتوانستیم نجاتش دهیم. ساهره سوخ، ساهره ایستر سوخ. یعنی ایسته هم باید نسوزد؟
نمی شود برای اون کاری کرد. مگر آتش کاهنه معبد رو هم می سوزانم؟ معلوم است اون که از خدایان نیست، او هم می سوزد. این بود خدای قدرتمند اشتار؟ خود و کاهنانش در آتش سوختند و توان دفاع از خود را نداشتند. استر که می گفت راحیل و فرزندش نابود خواهند شد. چه شد؟ اینکه خودش نابود شد. کجا؟ می روم به خدای یعقوب ایمان بیاورم. شما که می گفتید یعقوب عامل بدبختی و نابودی مردم فدان شده است، ولی به عکس فرزند یعقوب مایه نزول باران و خیر و برکت برای ما شده است. برویم. بمانید. کجا می روید؟ بمانید از آیین نیاکان خود دفع کنید. بمانید. کجا می روید؟ معبد در حال سوختن است. بیشتر نابود می شود. کاهن بزرگ می سوزد. برگردید. کجا می روید؟ آتش معبد باید خاموش شود. بیشتر نجات بدهید. آتش را خاموش کنید. گویا باران رحمت الهی جسم و جان این مردم هر دو را تطهیر کرده است. به یمن قدوم فرزند شما باران به فدان می بارد. او را به ما نشان نمی دهید؟ من ناگزیرم که به نبوت شما اقرار کنم، چرا که به عیان دیدم با آمدن فرزند تو هم معبد بت‌پرستان نابود شد، هم قحطی فدان. قدوم یوسف مبارک است، اما آن که معبد اشتار را نابود کرده و باران بر فدان نازل نموده خدای من است، خداوند یکتا. نمیخواهید او را ببینی؟ من و همسرم خدای تو را دیده بودیم. امشب مردم فدان نیز دیدند، هم قدرت بی انتهای خدای تو را، هم ذلت و زبونی خدایان خیش را. اینک آمده هم که به خداوند یکتا ایمان آورد. ای نبی خدا، ای نبی خدا، قلوب اینان را با نور ایمان منور گرد. آیا همه شما بر کلام فارس هستید؟ با من بگویید. ما از همه خدایان سرد و سنگی و دیگر خدایان زمینی بیزاری می جوییم.
و به خداوند یکتای من یاوریم. خداوند آسمان ها و زمین، خداوند آسمان ها و زمین، و به همه پیامبران و فرستادگانش ایمان یاوریم. و از فرامین آنها اطاعت میکنیم. پنج سال از نزول خشم خداوند بر زیگورات اشتار می گذرد و پنج سال است که درهای نعمت خداوند بر روی مردم فدان آرام گشوده شده. راحیل همسر محبوب یعقوب نبی و مادر یوسف در انتظار فرزندی دیگر به سر می برند. یوسف. بله مادر. امروز با پدر به صحرا می رویم. باشد مادر، من خوشحالم. برویم. از یعقوب فرزندی نداشت، محبوبه او بود. اکنون که دیگر هیچ. من و زلفا کنیزی ملیاقت گشت و گذار با یعقوب نبی را نداریم. مادرت لیا چه؟ شاید کار دارد، شاید هم علاقه به گشت و گذار در صحرا ندارد. چه میدانم؟ شاید پدرت جز راحیل کسی را دوست ندارد. قصد دارم به زودی به زادگاه هم کنعان بازگردم. نکند آنها با یک دیگر نزاع کنند. نگران نباش، آنها زور آزمایی میکنند. معتقدند هر کس قوی تر از دیگران باشد جانشین من است.
یعقوب نبی را میشناسی؟ فرزند اسحاق پیامبر؟ او و فرزندش مایه خیر و برکت فدانند. آری میشناسم. کجا میتوانم او را بیابم؟ دایی او لابان فرماندار است، نزد او بود. پیکی از کنعان هستم، با جناب فرماندار کار دارم. دنبال من. دینه جان بیا دخترم. با یوسف بازی کن تا مادرت رو یاری کنم. باشد باشد. ماهی، خبریست؟ مبارک است. نبی خدا هم خبر دارد. سلام پدر، خوش آمدی. سلام، چه شده یادی از ما کردی؟ چیزی شده پدر؟ اتفاقی افتاده است؟ آن مرد که میبینید از کنعان آمده و خبرهای خوبی برای ما ندارد. یعقوب کجاست؟ به به، دایی خوبم لبان. چه شده؟ راه گم کرده ای؟ اگر چه تلخ است، اما میدانم تحمل شنیدنش را داری. چرا حرف نمیزنی؟ پدرت اسحاق نبی دار فانی را ودا گفته. سوی او برمیگردی. تصمیم شما چیست پیامبر خدا؟ بعد از اسحاق نبی رسالت مردم کنعان بر عهده یعقوب نبی است. خواهرتان فائقه گفتند این رسالت را به شما ابلاغ کنم. یعنی باید بروید؟ مرگ حقیقتی است که همه را در بر می‌گیرد و هیچ کس را از آن گریزی نیست، حتی اولیا و انبیای الهی. از همدردی همه شما سپاسگزارم و از خداوند برای خود طلب صبر و بردباری میکنم. ای نبی خدا،
اگر ما عهد کنیم که از فرامین شما اطاعت کنیم، آیا در فدان خواهید ماند؟ من مردم فدان را دوست دارم و ترک شما برایم سخت است. این به اراده من نیست. من به خواست خود نمی روم که به خواست خود بمانم. به خواست خدا ما فردا به سوی کنعان حرکت می کنیم. ما آماده ما هم آماده ایم. من و همسرم نیز وسایل خود را جمع کرده ایم. شما دیگر کجا؟ با شما به کنعان. ما تا عمر داریم از نبی خدا دست بر نمی داریم. شما نمی توانید با ما بیایید. بهتر از همینجا در فدان بمانید. خانه و کاشانه من جای خوبی برای زندگی شماست. ولی من زندگیم را مدیون شما هستم. ما عهد کردیم تا عمر داریم خدمتکار شما باشیم. همسر و بستگانت به تو نیاز دارند. اینجا وطن شماست و شما هیچ دینی نسبت به من ندارید. بهتر از همینجا بمانید. خداوند را سپاسگزارم که به ما نور هدایت ارزانی داشت. من سالها با شما زندگی کردم، در غم و شادی شما شریک بودم. از اینکه شما را ترک می کنم غمگین هستم. شما روزی بت پرست بودید. خداوند یکتا نور ایمان بر قلبهای شما جاری ساخت و شما بتهای خود را دور انداختید و خدای یکتا را برگزیدید. قدر ایمان و دعوت الهی را بدانید. مبادا تاریکی کفر و جهل را جایگزین نور الهی کنید. یعقوب باشد یا نباشد، خداوند یکتا ناظر بر اعمال و افکار شماست. خدا نگهدار همه شما. تو در این سالهای طولانی شبانی برای من مزدی دریافت نکردی. از خود نه ثروتی داری و نه گله گوسفندی. من نیمی از گوسفندانم را به تو و دخترانم هدیه می کنم. امیدوارم امورات شما با این گله اداره شود. سپاسگزارم. خداوند به شما خیر و برکت فراوان دهد. سپاسگزارم پدر. خداوند به شما خیر دهد. این حق یعقوب است. من باید پس از سالها زحمت از او قدردانی کنم. شما.
بله. چرا بلیه و زلفا نسبت به مادرم راهی حسادت میکنن؟ اینجا چه کسی به تو گفت؟ همه میگوین. یهودا خودش از زبان بلیه و زلفا شنیده بود. کودکان نباید در این امور دخالت کنه، اما حال که سوال کرده ای پاسخ میدهم. بله در ابتدا کنیز مادرت راهیل بود. راهیل چون صاحب فرزندی نمیشد، بله را به پدرت هدیه داد تا از طریق او هم صاحب فرزند شود، هم علاقه پدرت را نسبت به خود حفظ کند. بله دان و نفتالی را به دنیا آورد و نزد راهیل و یعقوب بسیار عزیز و مورد احترام شد. حال طبیعی است که با به دنیا آمدن تو بله فکر کند که دیگر آن جایگاه سابق را ندارد و همین موجب حسادت او شده باشد. آیا زلفا کنیز شما بوده؟ آری. پس از اقدام راهیل من نیز کنیز خود زلفا را به پدرت هدیه دادم. نمیخواستم در جلب محبت پدرت راهیل بر من پیشی بگیره. زلفا نیز جاد و عشیر را به دنیا آورد. راوی شمو چه میکنی؟ جلب پراکنده شد، آنها را باز گردانید. که یعقوب بیش از حد جایگاه راهی را عزیز می‌دارد. من نیازی به حسادت با خواهرم ندارم. نه تعداد فرزندان او بیش از من است و نه محبت یعقوب به او افزون تر از من. پس حسادت برای چی؟ که رأی خواهرش را به ما نخواهد داد. نشد. چیزی از راه نمانده. زندگی قلایل کوچتشین هم همین است، هم سفر میکنند هم زندگی. تا کنان چقدر راه است؟ تقریبا 3 فرسنگ. میتوانی تحمل کنی؟ نه نمیتوانم. یهودا، لاوی، شامون، چادر رو برپا کنید، همینجا اتراق میکنیم. در کرمان قابلی یافت میشود؟ آری میشود. جیرا زود به کنان برو و خواهرم فاقه با یک قابله به اینجا بیاد. عجله کن، برو زود باز میگردیم. آتش آماده کنید. زلفا زیر انداز بیاور. چه شده مادر؟ حالتان خوب نیست؟
نگران نباش، چیزی نیست. آه دینه، یوسف را ببر، بگذار بماند. آه لیا، لیا تحمل کن خواهرم. بیا پسر جان، بیا بیا بچه‌م. چه شده پسرم؟ یوسف تو نباید بروی، پدر من برای مادر میترسم. چرا پسر جان؟ اتفاقی نیفتاده؟ نگران نباش، نگران نباش. زایمان پیشین اونی سخت، چیزی نمونده بود که از دست برود. به یعقوب بگوی دعا کنن. چه شد؟ راحیل حالش چطور است؟ هنوز خبری نیست. لیا گفت برای رایل دعا کنید. حالا او چندان مساعد نیست. اگر بتواند قدری تحمل کند قابل از راه میرسد. بروید مراقبش باشید. پدر، آیا مادر میخواهد از پیش ما برود؟ چه کسی این را به تو گفته؟ او میخواهد برای تو برادر بیاورد. اما من میترسم. نه ترس پسرم، نگران نباش. دینه برو با برادرت بازی کن. بار همچون زایمان پیشین باشد، خداوند به او رحم کند. مشکل بتواند جان سالم به در ببرد. نمیتوانی نفوس بد نزنی جغد شوم؟ کمی تعمل کنید، به دنبال قابله رفتم. کنان رای نیست.
فرزندانم با مراقب فرزندانم با مراقب فرزندانم باش، نگذار غم بی مادری را احساس کند، نگذار. Thank you.